مایکل هرتسوک سفیر اسرائیل در آمریکا هفته گذشته در نشستی به میزبانی کمیته یهودیان آمریکایی در حاشیه مجمع ملی حزب جمهوری‌خواه در میلواکی ویسکانسین حضور پیدا کرد تا درباره ضرورت تقویت روابط اسرائیل و آمریکا صحبت کنه. آقای هرتسوک در اواخر ماه او در مجمع ملی حزب دموکرات هم در شیکاگو به گفته خودش حاضر خواهد شد. کامبیز توانا گفتگویی با این دیپلمات ارشد اسرائیلی انجام داده. مورد آخرین وضعیت جبهه های جنگی که در حال حاضر اسرائیل با اون روبرو هست برامون بگین. Tell us about that seven fronts war. So, as I mentioned, we are fighting a very tough war since October 7th. همانطور که اشاره کردم ما از 7 اکتبر در جنگی سرسختانه به سر می‌بریم و حدود 9 ماه از آن گذشته. این فقط جنگی محدود به غزه نیست. این جنگی با جمهوری اسلامی و نیابتی‌های آنها در 7 جبهه است. اولین جبهه البته در غزه است که صدها کیلومتر تونل پیدا کردیم که در طول سال‌ها و با حمایت جمهوری اسلامی توسط حماس احداث شده. چون بیشترین پولی که به شاخه نظامی حماس اهدا می شود از جمهوری اسلامی می آید و این چالش بزرگی است که ما با آن روبرو هستیم. در همان زمان جمهوری اسلامی به طور مستقیم از ایران به ما حمله کرد و در 13 و 14 آوریل صدها موشک به کشور اسرائیل حمله کردند که البته دفع شد، ولی حمله مستقیم علیه اسرائیل بود. حزب الله لبنان از 8 اکتبر تا کنون هر روز به سمت اسرائیل شلیک می‌کند و تا حالا 1000 راکت شلیک کردند. ما با شبه نظامیان در عراق هم طرف هستیم و در سوریه هم همینطور، و حوثی‌ها را در یمن هم داریم که هم به اسرائیل شلیک می‌کنند و هم کشتیرانی آزاد را مختل کردند. جمهوری اسلامی همچنین مشغول دمیدن در آتش در کرانه باختری است. ما در همه این جبهه‌ها مشغول جنگ هستیم و باید آنها را عقب برانیم. ما قدرتمند هستیم، ولی به شرکا و متحدان و اتحادی قدرتمند با ایالات متحده نیاز داریم و باید آنها را عقب بزنیم، چون جمهوری اسلامی بزرگترین قدرت برهم زننده به طور قطع در خاورمیانه و همچنین فراتر از آن است. ما شاهد فعالیت های آنها در جبهه های دیگر از جمله همین کشور آمریکا هستیم. We need to push back because Iran is the biggest destabilizing force definitely. You had October 7th which we still. چطوره که پس از حمله روسیه به اوکراین حمایت‌های زیادی اعلام شد از اوکراین، ولی اسرائیل پس از 7 اکتبر مورد مشابه را شاهد نبوده؟ سوال خیلی خوبی است. پس از 7 اکتبر به سرعت ما شاهد حمایت‌ها بودیم، ولی خیلی زود از بین رفت و بقیه به جای صحبت در مورد حمله‌ای که به ما و اسرائیل شد که بزرگترین کشتار جمعی یهودیان از زمان هولوکاست تا کنون است، در مورد وضعیت غزه و تخریب در غزه حرف زدند. آن هم به جای اینکه حماس را پاسخگو و مسئول نگه دارند، چون آنها بودند که جنگ را شروع کردند. ما جنگی را شروع نکردیم. حماس مردم خود را به عنوان سپر انسانی در غزه استفاده می کند و آنجا تأسیسات نظامی خود را می سازد. در مناطقی که غیر نظامیان ساکن هستند و زیر مدرسه ها و بیمارستان ها و مساجد مستقر می شوند، به جای پاسخگو نگه داشتن آنها سراغ ما می آیند و می پرسند ما چه کار می کنیم. یک چالش جدی است و یک جبهه دیگر است که ما باید در آن نبرد کنیم، که همون جبهه 8 است که اشاره کردم. As you mentioned, Hamas is keeping them for bargaining chip. If the bargaining chip is what military action is in. نگران این نیستین که مذاکره برای آزادی گروگان‌ها به عاملی برای گروگانگیری بیشتر در آینده منتهی بشه؟ Well, we've already had one hostage deal, so there was a temporary pause in our military operation, but then we resumed. ما پیش از این یک توافق برای آزادی گروگان‌ها داشتیم که عملیات نظامی به طور موقت تعلیق شد و بعد دوباره از سر گرفته شد. حماس تلاش دارد از آزادی گروگان‌ها به عنوان عاملی برای پایان عملیات نظامی در غزه استفاده کند. ما بارها گفته ایم هرچه بتوانیم برای آزادی گروگان‌های خود انجام می‌دهیم، ولی جنگ در غزه را تا زمان کنار گذاشتن آنها از قدرت متوقف نمی‌کنیم. من امیدوارم در حال حاضر و تحت فشار سنگین نظامی آنها تا بالاترین حد ممکن گروگان‌ها را آزاد کنند، ولی ما نمی‌توانیم توقف کنیم، چون نمی‌توانیم وضعیت را به حالی بگذاریم که توانایی خود را بازسازی کرده و بار دیگر به ما حمله کنند. تا آنجایی که به اسرائیل مربوط می‌شود، 7 اکتبر نباید هیچگاه تکرار شود. شما به جبهه 8 جنگ اسرائیل هم اشاره کردین. میشه اون رو برای ما باز کرده و منظورتون رو بگین؟
So while we fight Iran its proxies on all the fronts I described to you. همانطور که گفتم ما با نظام جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش در چند جبهه درگیر هستیم. یک جنگ دیگر در حوزه افکار عمومی در جریان است که تلاش آن اهریمن‌سازی از کشور اسرائیل و گرفتن انسانیت از یهودیان است. آن را در همین کشور و در شمالی دانشگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم. این جنگی است که باید با آن روبرو شد. سطح یهودستیزی که در آمریکا و دیگر جاها شاهد آن هستیم غیر قابل باور است و همه آن پس از 7 اکتبر سر باز کرد. باید از خود بپرسیم چگونه است که این همه انرژی تاریک و منفی پس از 7 اکتبر بیرون زده. مقادیر زیادی از یهودستیزی پیش از این پشت پرده در جریان بود و ناگهان همه آن عملی شد. But if you want to see something from there, because چه چیزی رو در سیاست خارجی دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی خواستار هستین، فارغ از اینکه چه حزبی کاخ سفید رو در اختیار خودش داشته باشه؟ I'm not going to analyze the various policies of the various سیاست‌های دو دولت مختلف در آمریکا را تحلیل نمی‌کنم، اما این را می‌گویم که مهم‌ترین عامل در مورد جمهوری اسلامی ایران تقویت بازدارندگی آمریکا و اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی است. این عاملی است که آنها آن را خوب می‌فهمند. باید قدرتمند بود، باید بازدارندگی داشت و آنها باید بدانند در فعالیت‌های هسته‌ایشان و در حوزه منطقه‌ای و در حوزه ترور و تمامی کارهایی که می‌کنند عواقبی وجود دارد. این مهمترین چیز است و این مهمترین پیامی است که من اینجا آوردم و هم در مجمع ملی جمهوری خواهان و هم در مجمع ملی دموکرات ها داده و خواهم داد. این پیامی است که هر دولتی در آمریکا باید در خصوص ایران بداند. حتی اگر خواهان دیپلماسی باشند، دیپلماسی باید با پشتوانه بازدارندگی قوی همراه باشد. در غیر این صورت جوابگو نخواهد بود.